خب من یه عذرخواهی بدهکارم به بینندگانی که در اروپا هستن و دارن برنامه ما رو نگاه میکنن و همینطور در آمریکا. اولا اون اشکال از طرف اون شرکتی که سیگنال ما رو دریافت میکنه و برای دوستانمون در آمریکا پخش میکنه کماکان وجود داره و ما عذرخواهی میکنیم. فعلا هنوز داریم برنامه شبکه جام جمعی یک رو برای شما هم پخش میکنیم و بعد وسط برنامه چشمانداز بود که یهو تیتراژ برنامه ما پخش شد و بنده سر کلم پیدا شد و اومدم اینجا خدمت شما. عذرخواهی میکنیم به خاطر اینکه داشتید برنامه چشمانداز رو نگاه میکردید. چند نفر از دوستان فکس ارسال کردن، فکسشون هنوز به دست ما نرسیده. لطف کنید با زور ارسال کنید بفرستید برامون. یه اشکالی پیش اومده تو دستگاه فکس، من هرچی زور زدم، نمیدونم استارت رو زدم، کپی رو زدم، همینا رو زدم، هنوز درست نشده. ولی اما این فکس ها رو برای ما ارسال بکنید. و اون آقا بهروز از نیویورک که به علی دایی پیام داده و تبریک گفته و گفته که عید نوروز مبارک، از اینکه تصویر شما رو در تلویزیون من بینمت خوشحال شدم و شما همیشه در بازی‌های تیم ملی ایران با غیرت و جنگنده بازی می‌کنید که همیشه به شما افتخار می‌کنیم. بازی بین ایران و بحرین که امروز برگزار شد، به علت اینکه در نیویورک برف می‌باری تصویر نداشتیم که این بازی رو ببینیم. اگر لطف کنید نتیجه رو در روی تصویر بنویسید. 3-0 ایران بازی رو برد تا ما از آن اطلاع پیدا کنیم و به علت بدی هوا نیویورک تصویر قطع و وصل میشد. بار دیگر برگزیده شدن آقای علی دایی به مرد سال فوتبال آسیا را تبریک میگویم. بهروز از نیویورک. احتمالا زمانی که ما داشتیم مسابقه فوتبال رو پخش میکردیم این فکس رسیده. مسابقه فوتبال قبل از برنامه ما برای کسانی که در آمریکا هستن پخش شد، منتها شما دارید شبکه جام جم یک رو نگاه میکنید. یه تلفن هم داریم، مسابقه فوتبال رو باز هم برای شما پخش میکنیم تا بتونید نگاه بکنید مجددش رو. حیف این فکس محترم همینجوری پشت سر هم کاغذ داره ارسال میشه ولی به دست ما نمیرسه. یه تلفن داریم. قبل از اینکه تلفن رو با هم دیگه جواب بدیم، ما یه میهمان عزیز توی برنامه‌مون داریم. من فقط این میهمان خودمون رو معرفی میکنم و بعد باهاش صحبت میکنیم و عرض خواهم کرد که چرا دعوتش کردیم که امشب بیاد به استودیو برنامه ارتباط. هومن شهبندی میهمان امشب برنامه ما هست. شعر میگه الان یکی از همکارای خودمون هست در شبکه جام جم. اگر هومن جان میخوای صحبت بکنی شما بفرمایید، بعد اون تلفن رو جواب بدیم که پشت خط چند دقیقه هست، پر تلفنش هم زیاد نشه، بعد با هم دیگه صحبت میکنیم. ولی شما لو ندین که برای چی اومدین امروز توی برنامه. قطره اشکم که از چشم فلک افتادم، زیر پایش آدمی تنها و تک افتادم. در گذرگاه زمان و در مسیر زندگی همچو گردانم که گویا در الک افتادم. به نام خدا. سلام و شب بخیر یا صبح بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جای این گیتی پهناور که هستید روزگاری خوش داشته باشید. به به، در خدمتتون هستم. قربانت، خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم جانم. الو، سلام جان سفری. سلام عرض میکنم، حال شما چطوره؟ شبتون خوش قربان. متشکر. اولا میخواستم خدمتتون عرض کنم که امشب دل ماها رو خیلی سوزوندین با نشون دادن اون رستوران خیلی قشنگتون و با اون کلپاچه ها. حدس میزدم دلتون بسوزه. خب ما الان خودمون هم حواس افتادیم، یعنی گفتیم حتما بعد از برنامه با بچه‌ها بریم، همینجا نزدیک هم هست، سر شهر پارک وی برای جام جم. گفتیم حتما بریم با هومن و بچه‌های دیگه. جانم انشالله که میرین و جای ما هم خالیه. والله ما مخلص شما هم هستیم. به هر حال خیلی خوب میدونین کجاها رو به ما نشون بدین دلمون بسوزه. به هر حال ازتون ممنونیم به خدا، برای که بیشتر باعث میشه که چیز خیلی کوچولو رو ما رو بیاد خاطرات بسیار بزرگی میندازه و بیشتر میس میکنیم و حتی زودتر انشالله که بتونیم بیاییم. انشالله خدمتتون عرض کنم که برنامه شما رو چیزی که دیگه از همکاراتون از من پرسیدن، تصویرتون خیلی خوبه در فلوریدا. بله، درست قبل از طول برنامه شما چشمنداز بود. درسته، بلافاصله برنامه شما اومد و هیچ ما مشکلی از تصویری در جنوب آمریکا نداریم. به حال ما الان فعلا داریم برنامه شبکه جام جم یک رو برای شما پخش میکنیم. بگر از برنامه ارتباط که زنده و مستقیمه و زمان پخشش میرسه، باقیه برنامه الان مربوط میشه به اروپا تا اون اشکالمون برطرف بشه و بعد دیگه شما برنامه مخصوص خودتون رو نگاه بکنید. برحال مسئله دیگه اینه که چون میدونید که وقت همونجور ساعت 11 مونده و ما دیگه یواشواش برای که صبح 5 بیدار میشیم باید بریم بخوابیم. من خواستم از خدمتتون عرض کنم که حالا که سر شب مسعود آقا ساعت 11 من 5 صبح بیدار میشم دیگه. 5 صبح بیدار که حدود 7 ساعت کار باشید.
به هر حال نه برنامه شما ما ضبط میکنیم و هر شب ضبط میکنیم و نگاه میکنیم. میخواستم خواهش کنم ازتون که جناب دکتر هادی برخه مشخص شد کی میان یا نه. بله بله، ایشون گفتن که بعد از تاسوعا عاشورا تشریف میارن به برنامه ما. خیلی وقت دنبال این قضیه هستیم، هم ایشون مشکلات دارن، گرفتاری دارن، هم بعد از تاسوعا عاشورا میان توی برنامه. بعد از تاسوعا؟ بله بله، 100%. من به هر حال دیگه وقتو نمیگیرم و متشکرم، بهتون سلام میرسونم و شبتون خوش. قربان شما، خیلی لطف کردید مسعود آقا، خدا حافظ شما، شبتون بخیر. خب من حالا خدمتتون عرض میکنم که به چه دلیل هومن شهروندی رو دعوت کردیم که امشب بیاد توی برنامه ما. وقتی که شبکه جام جهانی یک راه افتاد و ما ارتباط برقرار کردیم با هموطنانمون، خیلی ها آمدن به ایران، سر زدن رفتن، خیلی ها مشمول بودن، بعد میرفتن نظام وظیفه از اون مهرای ورود به ایران استفاده کردن، رفتن توی سفارتخونه ها، برگشتن آمدن به ایران، یه سه ماهی موندن. خیلی ها تصمیم گرفتن که بیان توی ایران زندگی کنن، خیلی ها آمدن سرمایه گذاری کنن، خیلی ها آمدن توی ایران سر زدن، خوششون نیومد از شرایطی که وجود داشت، برگشتن رفتن. خیلی ها تصمیم گرفتن که هی بیان برگردن و باز دوباره سر بزنن به ایران، بیان به قوم و خویشاشون سر بزنن. خیلی ها هم تصمیم گرفتن که بیان توی ایران و بمونن و زندگی بکنن. یکی از اونهایی که بیننده برنامه ما بود و اتفاق بود واقعا برای ما و همیشه با هم ارتباط تلفنی برقرار می‌کردیم، تماس تلفنی برقرار می‌کردیم و آمد و در ایران موند و زندگی کرد و الان خیلی جالبه این موضوعی که دارم عرض می‌کنم خدمتون، تبدیل شد به یکی از همکارای خودمون، هومن شهروندی بود. من یادم میاد توی برنامه تماس 77 که اجرا می‌کردم یا آقای زنگ زد گفت من هومن شهروندی هستم، از برنامه تعریف کرد، یکی دو بار انتقاد کرد، یه شعری خون و بعد یه دسته گل فرستاد. کات یه ماه بعد باز دوباره تلفن زد، با هم دیگه صحبت کردیم. کات دو ماه بعد میپرسید که شرایط در ایران چجوری هست، بعد برنامه جام جهانی نگاه میکرد، بعد اظهار دلتنگی کرد، بعد اون آمد به ایران، نمیدونم چند ماه طول کشید آمد به ایران، بعد اومد توی ایران، توی ایران زندگی کرد، گذشت، ازدواج کرد. قبل از اینکه ازدواج بکنه اومد توی جام جم برای خودش کاری پیدا کرد، شغلی دست و پا کرد و الان همکار ما هست توی جام جم، توی شبکه خبر تهیه کننده هست، گزارش تهیه میکنه و یکی از همون بیننده ها بود، مثل شما که دارین الان برنامه ما رو نگاه میکنید. آمد توی ایران و تبدیل شد به همکار ما. هومن شهروندی کارهای مختلفی بلده، از جمله یکی از اون کارهایی که خیلی زیباست و خوب از عهدش برمیاد، نمیدونم میشه اسمش رو گذاشت کار یا هنر، شما هرچی که مایل هستید، شعر گفتن هومن یک طبع بلند داره و احساس بسیار ظریف و شاعرانه. من خیلی صحبت کردم در مورد هومن، اما اینا لازم بود که در موردش صحبت بکنیم و معرفیش بکنیم. الان بعد از 2 سال که بیننده ما بود، هومن میهمان برنامه ما هست و همکار ما هم هست. اینجوریه دیگه نه؟ خب من سزاوار این همه تعریف نیستم آقای صفدری، ممنون. ما مخلصیم، من اصلا تعریف نکردم، شرایطو تعریف کردم که چی شد که شما آمدید به ایران و چی شد که الان نشستین روی این صندلیه و داریم با همدیگه صحبت میکنیم و حالا بیننده ها دارن تصویر شما رو نگاه میکنن. حالا خودت بگو چی شد اومدی به ایران؟ والا من فکر میکنم آقای صفدری، همیشه هم گفتم که شما و جام جم علل خصوص برنامه زنده تماس 77 که 1.5 ساعت اون موقع توی اروپا پخش میشد، نقطه عطفی تو زندگی من بود. یعنی اینکه ما هر کاری که داشتیم ساعت 8 شب به وقت اروپا که 10:30 تهران میشد، هر کی آب و آتیش هم دستش بود میذاشت زمین اونم میشه جلوی تلویزیون، یکی از اونام من بودم و واقعا به برنامه‌تون ارادت داشتم، چون برنامه‌تون فوق‌العاده خوب و آموزنده بود و اون برنامه‌ای که خیلی همه ما رو تکون داد، علل خصوص من، برنامه بود که با آقای هادی، دکتر هادی مصاحبه می‌کردین. آقای هادی میگفتن اونا که چند سال هست در خارج زندگی میکنن، حالا بنا به دلایلی رفتن، کار، مریضی، هزار یک جور داستان‌های خودش، میتونن برگردن ایران، هیچ‌گونه مشکلی ندارن. و یه روز من رفتم سفارت، گفتم آقا من می‌خوام برگردم ایران، برم ببینم چه خبره. مشکل نظام وظیفه داشتم که اومدم و اینجا مشکل رو حل کردیم و الحمدلله برگشتم و دوباره به همون جایی که فرمودین
اومدم برای همیشه در مملکت فرانسه. اون موقع که اومدی ایران دیگه موندی دیگه ایران دیگه نرفتی؟ اومدم نه اومدم ترتیب کار نظام وظیفه‌مو دادم، سربازیمو درست کردم، بعد برگشتم اونجا. چون بالاخره خب الان 15 سال اونجا بودم، خونه و زندگی و کار و همه چیزا رو داشتم. حساب اینا رو همه رو تفکیک کردیم و خلاصش کردیم و اروپا رو بوسیدیم و برگشتیم. دل کندی اومدی؟ دلی نبسته بودم که بخوام دل بکنم. به خاطر مریضی پدرم رفته بودیم و اونجا دیگه موندگار شدیم. یه مریض قلب پدرم جراحی کرده، دکتر گفت بعد بمونی یه سال تحت معالجه من باشه و دیگه ما موندگار شدیم. شوخی شوخی موندیم به همین سادگی. و هیچ وقت من اصلا کسانی که الان برنامه رو در اروپا میبینن و تصویر ما رو دارن، اونا که منو میشناسن کاملا میدونن که اصلا با اون محیط من کنار نیومدم. اصلا یعنی هیچ وقت نتونستی باشون کنار بیای؟ اصلا نشد که با فرهنگ اروپایی من کنار بیام. و یکی از چیزایی که خیلی راحت تونستم از اونجا بیام همین نداشتن دلبستگی و وابستگی هایی بود که اونجا. خب حالا میایم در مورد دلبستگی ها وابستگی هاش به ایران هم صحبت میکنیم. منتها بذار هومن جان اجازه بده یه گزارش دیگه داریم، این گزارش هم با هم نگاه بکنیم. این گزارش هم باز مربوط میشه به همون باشگاه جام جم اگه یاد بشه. بله. اروپا بله. در موردش صحبت میکردیم و ایرانیایی که وارد مملکتمون میشن و بعد باشون گفتگوهایی رو انجام میدیم. باز هم ادامه همون گزارش سری قبل هست که توی باشگاه جام جم، دفتر جام جم، چند تا از ایرانی های مقیم خارج از کشور حضور پیدا کردن و باشون گفتگو انجام دادیم. یه بخش دیگه از این گزارش رو نگاه میکنیم و بعد برمیگردیم و با هومن در مورد آمدنش به ایران و غربتش و این دوستایی که داره بهش میگذره صحبت میکنیم. نگاه کنید لطفاً.